هادی جان سلام، شرمنده که کلی منتظر بودی. خواهش میکنم، وقت شما هم بخیر. من این دوربینم رو تنظیم بکنم. خب بریم از شروع کنیم، از آخر شروع کنیم. بریم اول این دوستمون، شما حالا با یه ترفندی هم هی داشتید میگفتید بهش که بابا مردم آمریکا نمیخوان. ببینید حقیقت شما دارید میگید آقا دیگه مردم آمریکا نمیخوان، دیگه مردم آمریکا نمیخوان نام پلیس دنیا باشه، آمریکا پولشو ببره جای دیگه. من این تفکر دوستمون منو یاد یه حرف آقای ظریف میندازه، برگشتش گفتش که مردم ما انتخاب کردیم که اینجوری زندگی بکنیم. من معنای این حرفش رو نفهمیدم، بعد گفتم این چرا جنرالایز میکنه اینجوری همه ما کجا انتخاب کردیم اینجوری زندگی کنیم. بعد صحبتاش رو که یه وایس 3 ساعته بود با هادی جان، بذار توضیح بدیم در چی داری صحبت میکنی، برای اینکه این ویدیو کلیپ میشه، بعضی ممکنه نفهمن داری به چی اشاره میکنی، چون این ویدیو جدا خودش داره میشه. چیزی رو که تو داری بهش اشاره میکنی حرفایی بود که ما قبل از اینکه بره بالا میزدیم درباره اینکه یه دلیل اینکه بایدن مثلا نمیتونه تو افغانستان ادامه بده به خاطر اینکه خب مردم آمریکا نمیخوان که مثلا دولت آمریکا دیگه همینجوری ادامه دخالت بده. یه صدای ویز عجیب غریب از میاد، نمیدونم از کجا داره میاد طرف تو، و به خاطر این بایدن مجبوره که مثلا به خاطر مردم آمریکا و به خاطر چیزایی که انتظار دارن ادامه نده، مثلا ادامه نده. بله خب و این دوستمون اومده بود و این دوست قبلیمون، ببینید حالا ایشون هم بالاخره هم وطن ما، اگه من نقد تندیم میکنم ناراحت نشه، خواهش که میکنم، چون این یک اخلاق عمومی که در ما ایرانی ها وجود داره. مساقش هم همون حرف آقای ظریفه که گفتش که ما ایرانی ها انتخاب کردیم که اینجوری زندگی کنیم. من معنای این حرف رو درست نفهمیدم تا روزی که اون وایس 3 ساعتش با آقای حسام الدین آشنا که داشت توضیح میداد متوجه شدم و فهمیدم که این داره فرهنگ ما رو، فرهنگ جوگیری ما رو، فرهنگ این که میخوایم به دنیا درس بدیم، فرهنگ این که میخوایم به همسایه‌مون درس بدیم، درس زندگی به همه بدیم. آره ما اینجوری هستیم و این اخلاق، حالا باز منم نمیخوام جنرالایز بکنم و همه رو توی یه کاتگوری قرار بدم، اما واقعا این اخلاق جنرالایز میشه کلیگویی. نمیخوای کلیگویی کنم؟ آره نمیخوام همه رو بذارم توی بگم، اما حقیقت ماجرا اینه که اکثر مردم ما میخوایم روی همدیگر رو کم کنیم، روی دنیا رو برسیم کم بکنیم، به دنیا درس زندگی بدیم. آقا آمریکا میخواد بیاد بیرون، تمام، that's it، تمام. آقا دیگه کار دیگه نمیخواد بکنه، نمیخواد خرج بکنه. به قول شما آقا تا اینجا هم که دادم از جیبم رفته، جلو ضرر از هر جا که بگیری منفعته. پس اولا به ما ربطی نداره که بخوایم درس بدیم با آمریکای آمریکا مثل ما فکر کن، نه، اون منافع ملیشو در نظر میگیره و مطابق اونم کار میکنه و عمل میکنه. خب حالا برمیگردیم سر قضیه افغانستان. ببینید مسئله اینه که 70 سال پیش کسروی گفتش که روحانیت یک دوره حکومت از ایران طلب داره و تا وصول نکنه سر جلوش نمیشینه و میبینیم که متاسفانه ما توی دورانی هستیم که الان روحانیت داره این طلب رو از ما وصول میکنه و نوبت بعدی هم ترکیه هستش، افغانستان هستش و میبینیم که خب دموکراسی که هدیه داده بشه چه در افغانستان چه در عراق قدرش دونسته نمیشه. اینا دموکراسی رو برداشتن و اینا هدیه دادن و قدرش رو نمیدونن. و شما نگاه بکن هم در عراق هم در افغانستان با اینکه انواع اقسام انتخاب ها رو اومدن یادن بهشون و خواستن اون لیبرالیسم خودشون رو اونجا نشون بدن که آقا مثلا بیایید به مدل مال ما زندگی کنید، موفق ترید تا مدل اسلامی، مردم نپذیرفتن. و اون حرف ترامپ که میگه آقا خاورمیانه خون است و شن، خب اینا اینو فهمیدن. یعنی روحانیت، مردم افغانستان هم باید یک دوره حکومت اسلامی
بسنجم من هادی جان صدایت خیلی متاسفانه خیلی ویز ویز میکنه. نمیدونم از کجا داریم میاد این شرمنده خیلی صداش بدجوره. من برای همه اینجوریه؟ بله من الان تو لایف چت هم پرسیدم برای هم میگن رو اعصاب این وی... رو اعصاب الان البته من نمیدونم نمیتونیم بگیم باید مردم این همه هزینه بدن که این درس بگیرن. آره بهتر شد فکر کنم. خب یه صدای قطار میاد ولی چی میاد ولی رو اعصاب کمتر ده. الان دیگه میکروفون هرده گرفتم. خب خودت بعدا گوش کن ببین چه جوریه. ولی خب آره خب الان بهتر. آقایی که شما باشید خب قصه اینه که مردم افغانستان هم باید اسلام رو تجربه کنن، اسلام سیاسی. من کار با اسلام حکومتی دارم، با مذهب حکومتی، حالا فرق نمیکنه چه اسلام باشه چه هر دین دیگه ای، هر جا که در میاد اون دنبال اینه که اون پراسترسی، اون سعادت از آسمان بیاد، همین اتفاق میاد. و تا زمانی که بشر نفهمه که آقا این سعادت از مغز بشر میاد نه از آسمان، باید ملت ها تجربه بکنن. یعنی شما هنوز که هنوز در رگه های مذهب شدید رو میتونید در دوستان افغانستان، من بسیار ناراحتم برای افغانستان ها، یعنی وقتی اینو حساب اینو میکنم که میخوان یه خیلی عظیمی، یعنی از یک ماه پیش ترکیه اینو میدونست و اومد دیوارهاشو شروع کرد مرزشو با ایران دیوار کشیدن، اونها میدونستن چه اتفاقی قراره بیفته. هادی جان بذار منم میذاره جواب یه چیزی بگم. مشکل اینه که خب مردم ایران 40 سال الان هزینه میدن، خب نتیجه این 40 سال هزینه و تجربه، این الان 40 سال دارن تجربه میکنن، نتیجه مثبت این همه تجربه الان چیه؟ یعنی من میگم که مردم باید نتیجه مثبت این تجربه همین کانالیه که شما الان اومدی زدی و این فرصتیه که به مردمی که شنیده نشدن بیان بالا 10 دقیقه حرف بزنن. من اینو مثلا داشتم توی این چیز آقای نوریزاد نگاه میکردم، این کلاب هاوسش میدیدم، مردمی که اصلا سراسر سرشار و طرفن حرفشون شنیده نشده دارن میان بالا حرف بزنن. ببین 1% قشر هر جامعه ای رو قشر انتلیجنسش نمیارزه. منطقا خب باید ببین آقا اون قصه ای که شما گفتی چیزی هست به نام برهان شر در فلسفه. خب همون قصه ای هستش که داشتی مطرح میکردی، گفتی باید بیان دین رو ممنوع بکنن برای 18 ساله به پایین و فلان و اینا. ببین برهان شهر میاد میگه آقا شما یه شهر کوچیکی میرسونی که به یه خیر متعالی برسی. مثل چی؟ البته من خیلی قسمتاشو قبول ندارم اما میاد در مسئله واکسن میگه آقا شما یک شر کوچیکی به بچت میرسونی که به یه خیر متعالی که پس فردا بیمار نشه فلان نشه این رو میرسونی و این شر کمی نیست. ولی این شر کمی نیست. بله جمهوری اسلامی این شر اینقدر بزرگه. بله اینی که یک کودکی مثلا تو افغانستان تو فلسطین نتونه تو 6 سالگیش رو ببینیش، شر کمی نیستش. و اونا هم فلاسفه هم میگن بله این مثال شما خیلی مثال بزرگی هست، به خاطر اینکه اولا که اون دردش کوتاهه، دوم من نمیدونم فلان هست. هادی جان این مثالی که شما دارید میده مثال جمهوری اسلامی، مثل اینی که مثلا ما مثلا 4 تا آدم قلدر رو برداریم، خب بریم یه خانوم رو برداریم بگیم این خانوم رو بزنید مثلا 10 ساعت کتک بزنید که این خانوم بفهمه که چقدر خوبه موقعهایی که مثلا امنیت داره. منطقا من میگم این راهی بوده که مردم رو باید میرفتن، این راهیه که ماها آواره شدیم از این سر دنیا. یکیمون الان شما نگاه کن پشت سر من شبه، مال شما بعد از ظهره، اون یکی رفیقمون توی ایران داره صبح، آواره شدیم پدرمون در اومده. اما این راهی بوده که یک مدل اجبار تاریخی واسش وجود داشته و باید میرفت. اجبار تاریخی ما نده. شما فکر میکنین یعنی خوب شد که جمهوری اسلامی اومد تو ایران که مردم ایران یاد بگیرن که اسلام بده؟ ببین یکی از دستاوردهای جمهوری اسلامی، جمهوری به قول یکی از دوستان جمهوری نکبت،
جمهوری ایران ستیزان اینجوری بگم، بله همینه که مردم ایران متوجه شدن که چه اتفاق. یعنی من یه دونه دیدم این مولوی عبدالحمید رو دیدم با زیبا کلام خیلی عاشقشه، میره نمیدونم خونش میره اونجا واسطه اون چیزه شده بود و اینا. بعد دیدم که امروز نرگس محمدی توی چیزش توی اینستاگرامش گذاشته که آقا این جایزه نمیدونم صلح ملح نمیدونم چی میگن مودریتوری چیزی بهش دادن اونو در تو داری طالبانو تطهیر میکنی و ازت میگیریم و فلان و بیساری همچی چیز. و مردم کامنت های مردم رو داشتم میخوندم دیدم دست جمع خیلی در یه اشل خیلی بالایی، یعنی حالا عدد و رقم نمیخوام بگم اما میشه گفت 90% اومده بودن شما آقا آخوند آخوند فرق نمیکنه چه سنی باشه چه شیعه باشه. یعنی نگاه میکنیم مثلا تو اون مسجد سیستان و بلوچستان اونجا میبینی گوش تا گوش هنوز آدم میشسته و حرف این داره گوش میده. بعد یکی از مصاحبهاشو داشتم، ببین ما مردم چقدر میتونیم خر باشیم، یکی از مصاحبهاشو داشتم با دهباشی نگاه میکردم تو همین خشته خام نمیدونم یه همچی چیزی میشه بود که بعد داشتش میگفتش که مردم اینجوری تو رو قبول دارن که تو به خامنه ای اعتقاد نداری و نمیدونم فلان. گفت نه کجا میگن؟ گفت آخه اینجوری میگن که تو تحت فشاری که این افراد. گفت نه من همین الان آزادانه دارم میگم. ببین ما با همین تئوری توده میبینیم دوباره خودمون رو گول میزنیم. نه نه ببین هادی برگردیم سر چیزی که داشتی، نکته اصلی که داشتی میگفتی. آره یا نه تو فکر میکنی به نفع مردم ایران شد که جمهوری اسلامی اومد تو قدرت برای اینکه مردم ایران بفهمن که اسلام بده؟ نه به نفعشون که نشد، اما خب ولی تو مقایسه کردی، تو مقایسه کردی، تو مقایسه کردی. یه چیزی هست که شما یه چیزی رو دوست نداری، اجازه بده اون بچه همون لحظه دوست نداره اون درد رو بکشه. یه موقع هست شما چیزی دوست نداری اما یه موقع هستش یه چیزی به تحمیل میشه، جبر تاریخ میشه، میگه آقا تو باید بفهمی که خدا این جهان یه برگ برنده است در قمار هستی، یک حبابیه لبه یه رودخانه، امکان داره چیزهای دیگه ای باشن، جهانهای دیگه ای باشن، ثابت الکترومغناطیس فرق بکنه، پی فرق بکنه، ذریب نفوذ دیلکتریک فرق بکنه، یه جوری دیگه خب باشه. هادی جان تو داری حرف خودتو نقض میکنی. خب تو میگی خب این تحمیل شده، یه جوری میگی که انگار اجباری بوده جوری دیگه ای نمیشد، بعد میاد میگی که باید اینجوری میشد که ما ببینیم و یاد بگیریم و فلان اینا. این دو طرفت باید تناقض داره. اگه آخه اگه بگی اجباری جوری، اگه بگی اجباری جوری دیگه نمیشد، این تناقض داره با اینکه بگی ببینید این مسیر رو همه گذروندن در اروپا قرون وسطا گذروندن یا نگذروندن، این مسیر حاکمیت دین رو همه گذروندن، فهمیدن که آقا سعادت از آسمان نمیاد، از مغز بشر میاد. این مسیر رو همه گذروندن. معنیش نیست که تنها راهش این بود. معنیش نیست که بله حتی شما درسته، اما مسیری هست میش. آقا شما برای حل یه معادله بعضا یه راه حل داری، خب نمیتونی 50 مدل حل بکنی. این ریاضی نیست آخه هادی جان، تاریخ ریاضی نیست. اونقدر هم که میگی مثل ریاضی جبری نیست. مارکس یه جمله‌ای داره میگه تاریخ تکرار میشود. مارکس بعد میگه که تاریخ تکرار میشود، بار اول در قالب خدای چی، بار دوم، بار اول در قالب تراژدی، بار دوم در قالب کمدی. قهرمان بار اول به صورت اسطوره می آید و قهرمان بار دوم به صورت یک دلبک. مارکس فلسفه تاریخش رو از هگل گرفته بود، فلسفه تاریخ هگل رو برداشت، یه ورژن ماتریالیستش رو درست کرد و هگل هم به شدت درباره تاریخ خرافاتی بود. هگل فکر میکرد انگار که مثلا تاریخ یه روحی داره که یک اتفاقاتی توش از عمد میفته و یک و اصلا مثلا انگار که مثلا تاریخ خودش آگاهه و به یه جهتی داره میره که مثلا انگار قانون تعیین کرده که تاریخ باید به این جهت بره. این حرفا همش اینا خرافات و توهمی بود. هیچ کسی هم نتونسته بیاد حرفای هیگل و اینجوری بیاد اثبات بکنه. اینکه تاریخ یک جهتی میره که حتما باید بره، اینا کاملا هیچ چیزی اینو تایید نکرده. هیچ چیز علمی اینو تایید نکرده. شما میگم برمیگردیم به مطالعات میدانی.
ببینید اتفاقا من به این جمله ماش خیلی اعتقاد دارم، به خاطر که همین الانم هم که دارم میبینم، دارم نگاه میکنم علیرغم اینکه مردم ایران هیچ علاقه‌ای به انقلاب ندارن و از واژه انقلاب میترسن، منتها با واژه الان یک جوری شده که دقیقا حوادث سال 57 دوباره داره تکرار میشه. خب و یعنی علاوه بر اینکه مردم دارن خول داده میشن به سمت انقلاب و علاوه بر اینکه مردم اون یعنی چه جلو چشم مردم الان خون گرفته، یعنی تک تک میشه گفت با قرینه حال حاضر ببین و وقتی طرف میاد وبسایت رجا رو هک میکنه، این یک مدل آتش زدن سینما رکسه. خب منتها مدل دیجیتالش، اینا رو سعی کن قرینه هاشو بذاری کنار هم دیگه، شاید قابل مقایسه نباشه. خب شما اگه بخواید اینجوری مقایسه بکنین که همه چی رو میتونین به همه چی وصل بکنین، این یه جوری مثل تفسیر قرآن شد که بیان میدین چیزای مدرن رو امروز نگاه بکنیم بگی خب این شبیه اینه، پس قرآن هم پس مثلا میتونه اینا رو پیش بینی کنه. یعنی ما اگه فقط فلکسیبل باشیم، نه اینی که شما میگی آخه دیگه خیلی داری شما نقد حرف خودت رو میزنی، از اون ور میگی ریاضی نیست، بعد من میام به قول معروف هم نوع پنداری که میکنم میگم آقا این مشابه اینه، یه نه چون این دقیقا مثل اون نبود. خب آقا شما یه تولرانسی میتونی در نظر بگیری، بگی آقا دور اون موقع میرفتن آتیش میزدن سینما رکس رو که مثلا چون مردم رو تحریک بکنن، یه مدل خرابکاری دارن میکنن، الان این خرابکاری ها انجام داره میشه به صورت دیجیتالش انجام میشه. خب شما اگه چون شما استدلال دینه میگه چون دقیقا مثل هم نیست پس میتونیم نتیجه بگیریم که با هم متفاوته، اما من میگم نه چون تشابه دارن. شما میگه آقا باید دقیقا طبق تعریف مساوی است با آ، من میگم نه، من میگم میشه. من منظورم اینه که شما اگه منظورتون از این که تاریخ مثلا یه جوری داره تکرار میشه اینه که قبلا خرابکاری میکردن الان هم خرابکاری میکردن، خب ولی به یه جور دیگه خرابکاری میکنن، خب این که چیز خب معلوم، یعنی خب آه خرابکاری تموم نشده، یه زمانی خرابکاری میکردن این کاملا قد نشده. خب آخه این چیزه، ببین این یک مثلا یک روند خیلی دقیقی نیست که مثلا باید بگید آها نگاه کنین اینجا دقیقاً اینجوری اتفاق افتاده و این پترن داره اینجوری داره دقیقاً تکرار میشه. شما میگید آها اون موقع خرابکاری میکردن الان هم یه جور دیگه دارن خرابکاری میکردن، یعنی انقدر سطحی باید با هم شباهت داشته باشه. شما دلیلش چی هستش؟ ببینید پترن دلیلش اینه که میگه آقا شما باید 3% مردم رو بکشونید تو خیابون تا بتونی این حرکتی انجام بدی، حداقل 3% متفاوت تا کشورهای متفاوت، 7% تا 20%. خب بعد مردم به تعبیر بعضی ها به حالت خمیرگونه در اومدن، یعنی انقدر تحت فشار هستن که هر جوری این خمیر رو به چلونیش همون جوری میشه، یعنی فقط طرف دنبال اینه که مشکلاتش حل بشه. بعد میگه آقا این که نمیشه که، اینو ما باید یه حرکتی بکنیم که مردم رو بیشتر تحت فشار بذاریم. اونهایی که دارن این کار رو انجام میدن، من استنباطم اینه که یه همچین تفکری دارن، وگرنه چه دلیلی وجود داره که یه نفر بیاد وبسایت مثلا رجا رو هک بکنه که چی بشه، چه اتفاقی بیفته؟ اون که نیترات نمیدونم درصد نیترات چیز نیستش توی اسرائیل نیستش، یک وبسایت خدمات عمومی داره میرسونه به مردم. خب اون هکر از این چه منفعتی میتونه ببره از این عملی که انجام میده، به غیر از اینکه یه خرابکاری بکنه؟ نمیدونم، ولی چیزی که من میدونم اینه که بله خیلی چیزا شباهت داره، خیلی چیزا فرق میکنه، بعضی از پترنا عوض میشه، بعضی از پترنا تکراریه. شما موافقم درست، ولی اگه بیایم چیزم اجباری نیست، یک تولرانسی در نظر بگیریم، میتونیم بگیم آقا این دوتا منحنی اینقدر همپوشانی دارن، این دوتا چیز نمیدونم دوتا مجموعه همپوشانی دارن. آره ولی من مشکلم اینه که بعضی از موقع ها وقتی کسایی میان تو تاریخ نگاه تاریخ میان تحلیل میکنن، یک برداشت های سطحی دارن از یک روندهایی که میبینن و فکر میکنن که و بیان یه نتیجه گیری های غیر علمی و خیلی
با وس کردن مثلا نقطه های نامرئی تو هوا به هم یک چیزهایی رو تو تاریخ میبینن که فکر میکنن که این جبریه و آینده رو میان پیش بینی میکنن بر اساس یک قانونای جبری که واقعا تو تاریخ وجود نداره. میان یه نتیجه گیری های درباره آینده میکنن که اتفاقا هم میتونه اونجوری نباشه. آیا شما دیدگاهو شنیدید که جمهوری اسلامی بره فردا باید سر هر چهارراهی یک آخوند به بردار بکنیم یا نه؟ ببینیم ما الان عدد و رقم نداریم که بخوام بررسی بکنیم بگیم آقا چند درصد مردم واقعا به این نتیجه رسیدن. اما این چون شفافیتی وجود نداره، نظرسنجی وجود نداره، فلانی وجود نداره و بعد میگردیم اون وقت استدلال حرف شما درست میشه که میگه آقا یک اون داستان فیل مولانا میشه که هر کسی یه جاییشو دست زد، یکی دستشو زد، یکی پاشو زد، یکی با اینجوریه، یک فضای قبارگونه این هست و هر کس میخواد تحلیل خودشو بیاره. شما میگی، من میگم با اغماز اگه نگاه بکنیم خیلی چیزها رو میتونیم قرینه یابی بکنیم. حالا من یه چیز بگم من میگم خیلی موقع ها تاریخ تکرار شده و خیلی موقع ها هم تکرار نشده و یه اتفاق جدید افتاده. خب یعنی من میگم کسایی که مثلا میان مثال میزنن یک سری روندهای تکرار شده و بعد میان نتیجه میگیرن پس اینجا هم حتما اونجوری میشه، اون موقع هایی که تو تاریخ که یک اتفاق دیگه افتاده، یعنی که اون هم با همون شرایط اولیه به یه نتیجه دیگه رسیدن، اونا رو بهش توجه نمی کنن. حالا نه که من مارکسیست باشم، اما این جمله شما منو باز به حرف یه حرف دیگه مارکس میندازه که میگه که تاریخ نتیجه ناخواسته اعمال خواسته ماست. یعنی این پترنی که شما میگی بله شاید به یه ناگوجاوبه به جور دیگه بره، یه حرکت دیگه بشه. اتفاقا خوبم هست که مارکس رو مثلا میذاریم، برای اینکه همه پیشبینی های مارکس غلط در اومد. بله. از تاریخ. بله. یعنی کسی که دنبال پترن داشت میگشت تاریخ بیاد آینده رو پیش بینی کنه همش مهمترین پیش بینیاش غلط در اومد. حالا ارزم به حضور شما آخرین نکته تون اگه میشه بگین که من برم سراغ خواستم برزیم. ببینید یه بحثی که رضا شاه خیلی ساخت و فلان بسار اینا، من این برمیگرده به همون یه بحثی آقای عمار ملکی پسر آقای دکتر ملکی که با آقای نوریزاد و اینا زیاد چیز میرفتن و میشنسیشون اینا، بعد بحث رو باز کرد. ببینید معلوم خاورمیانه گفت استدلالش این بود ما آدم های برونگرایی هستن و عدم رعایت عدالت اجتماعی رو فهمیدن، اینو بچگی کردن تو خون ما. تا یه حرف میزنی میگو این حرف رو نزن، پس چرا ما حرف رو زد به پدر مادرم من بهش اون پسر فلانیه، اون پسر اون نمیدونم وزیره، اون وکیله، یعنی ما عدم رعایت عدالت اجتماعی درمون نهادینه شده. خب و اینکه برمیگردیم آقا رضا، من به شدت با این دیدگاهی که الان هم اتفاق افتاده مخالفم، یعنی میگم آقا رضا شاه این کاری کرده، رضا شاه اون کاری کرده، آقا در قبول یه سری کارا که، اما اینقدر تکثیر کردنش، خب به قول بهرام مشیری میگه هزار هزار شما بسازی به اینکه خون از ما به یه بیگناهی بیاد نمیارزه. خب برج بسازی، فلان بسازی، بیسار بسازی، آیا واقعا ارزش اینو داره که خون از دست کرد؟ وظیفه‌اش بود کرد، اونی هم که نکرد اشتباه کرد. ما باید به همچین دیدگاهی برسیم دیگه. چیه ما دنبال اینیم که چماغدار رو فقط عوض بکنیم؟ یکی آقا یه نفر دیگه حالا پادشاه خامنه ای بره جاش پادشاه فلانی بیاد جاش دوباره، اما نمیدونم اگه قرار توی سرزمین نفت خیزی که پول نفت وجود داره و شوخیه با تاریخی که ما بخوایم یک چماغ 40 سال دیگه یه سری آدم میخوان بلند شن بیان بیرون داد بزنن خلخالی روحت شاد. خلخالی هم اوایل انقلاب جورایی اومد نظم برقرار کرد دیگه. اگه ما قراره یه چماغداری برداریم ببینیم از یه نفر دیگر بیاریم 40 سال دیگه همون آشا همون کاته، خب چه کاری هستش دیگه؟ این البته جوکه ها. در برای اون نکته‌ای هم که مطرح کردید که آقا آخوند مثلا یه سری عقاید باید بگی آقا 18 سالگی و فلان و بیسار اینا، اتفاقا
من با شما هم عقیده هستم، مثلا باید آزادی وجود داشته باشه. اینه که آقا طرف 18 ساله، شما هر کسی یا هر چیزی رو من بکنی دو برابر میرن سمتش. همین عقاید راست که توی آلمان وجود داره به واسطه اون کتاب نبرد من عرضم به حضور شما که من یه تحقیق یه دفعه کردم تو نتایجش اینا. اگه میشه کوتاه‌تر بگین که من قاسمم بلد میام. برو سراغ قاسم آقا، ولش کن. نه نه، این حرفتو تموم کن. من ولش کن، زیاد مهم نیستشن. پس بذار من یه درباره این حرفی که زدی یه اشاره بکنم که من قبول دارم. من خود بذار من حرف این حرف آخر درباره این چیزی که گفتی درباره رضا شاه. ببینید منم قبول دارم، من طرفدار دموکراسی هستم. من هیچ استدلال، من مثلا رضا شاه بالاخره نماینده مردم نبود و من اینو هیچ وقت انکار نمی کنم و اینو نقد می کنم که بالاخره علیه آزادی بیان بود، یه سری چیزایی که نباید غیر قانونی کرد. این نقد رو من همیشه از شما می کنم، ولی اونجوری هم نیستم که مثلا نیام قبول بکنم که یه سری کارهای درستی رو انجام داد. خب یعنی به خاطر که این نقدی که دارم از رضا شاه و اینکه میگم این دیکتاتور بود بالاخره. ببین اگه اینجوری اینو من میگم، نه اینو در نظر بگیر. ببین من همیشه مثالی که زدم از جمهوری اسلامی اینه که جمهوری اسلامی هم شما بعضی حرکتاشو که نگاه، اصلا تک تک حرکتاشو به تنهایی نگاه بکنی حتی در صد درسته. یعنی اگه انگلیس پول ما رو نمیده منم باهاش موافقم که آقا کشتی گرفته بشه، شوخی نداری آقا، پول طرفو داری قلدری میکنی فلان میکنی بیسار میکنی. حالا با کی موافقین؟ با جمهوری اسلامی؟ نه ببین، جمهوری اسلامی مثل دیواری میمونه که یه سری آجر هست، منتها این ضرب المثل خشت اول چون نهد معمار کش تا سوریا میرود دیوار کجه. ببین جمهوری اسلامی ساخته شده از یه سری آجرهایی هستن که این آجرها به تنهایی آجرن و وقتی ما این دیوار رو خراب میکنیم باید اینو ریسایکلش کنیم. یعنی چی؟ یعنی از تک تک این آجرها در جای درست و صافش استفاده کنیم. یعنی قرار نیستش که ما همه رو بکوبیم. متوجه منظورم میشی؟ جمهوری اسلامی رو ما اگه قرار بکوبیم، منظورش کارمنده و مؤسسه و کسایی که سرکار هستن مثلا اونا سرکار صنایع موشکی. نه مثلا صنایع موشکی، مثلا دستاوردهای نظامی. ببین اون تو قرارم نیست واسه کسی شاخشونه بکشی. این آجرها تک به تک قابل مصرف دوباره مراشیده میشه. آره صاف. اما نباید اون دیوار رو بزنی همه رو چیز بگویی یا از اول نمیم. خب نه ببینید، مشکل این موشک ها، مشکل این موشک ها خود موشک ها نیستن که، مشکل این موشک ها اینه که دست جمهوری اسلامی هست. آره کج بودن دیواره مشکل. یعنی دقیقا آره، ما باید خب باید یعنی یه حکومت سکولار دموکرات اگه مثلا موشک داشته باشه بسیارم خوبه، یعنی مشکلش کمتره. بله 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 بله. خب نه ببین، مشکل جهان هم با این، اگه ما یک حکومتی داشتیم که اینقدر اذیت و آزار هم به خود مردمش نمیکرد، هم به منطقه نمیکرد، هم اینقدر نداشت، برای یعنی مشکل همینه. اون موقع که دنیا باید بذاره حکومت یا حکومت سکولار دموکرات آینده، اگه ایران یه حکومت که سکولار دموکرات آینده داشته باشه، دنیا باید بذاره که این حکومت مثلا موشک و اینا داشته باشه. بله بله، اینو قبول دارم. ما باید این دیوار، ببین این مخلص کلام من، این دیوار وقتی خراب میشه اون چیزی که قابل ریسایکل کردنه باید ریسایکل شه و مصرف شه. بله بله. نه کسی من نه آره، اگه یه روزی جمهوری اسلامی افتاد بعد مردم بگن این موشک رو چیکار کنیم، بگن که خرابش کنیم، خب نه اونا احمقن دیگه، اینا بالاخره باید نگرش دارن. نه درست قبولم. مرسی هادی جان از وقتت. شما دارم ممنون از برنامه‌تون، از اینکه بالاخره یه فضایی درست کردی. اونو داشتم میگفتم 1% انتلکتوئلن، 1% از اون 1% عملگراهن، یعنی فقط نمیشن قور بزنن، یه کاری هم میکنن. و شما جزو اون 1% 1% ها هستید. مرسی. به قول معروف I take off my hat to you. مرسی. به افتخار شما کلاه از سر برمیدارم و ممنون که نشستید فقط قور بزنید. اون کاری هم که از دستتون برمیاد دارید انجام میدید. ممنون هدی جان، ممنون. خیلی ممنون. ممنون از وقتتون. سلام. سلامت باشین. خلاص.